پادکستان به اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. مایکروسافت روز سه‌شنبه در گزارشی هشدار داد که هکرهای تحت حمایت دولت ایران در حال گسترش حملات سایبری خود که شامل کمپین‌های اطلاعات نادرست می‌شود هستند. مایکروسافت تخمین می‌زند که دولت ایران پشت 24 عملیات نفوذ سایبری در طول سال 2022 از جمله 17 مورد از اواسط ژوئن بوده است. این رقم بیش از 3 برابر سال 2021 بود، زمانی که این تعداد به 7 رسید. خبرگزاری رویترز با عنوان رژیم ایران برای بازداشتن زنان به دوربین‌های امنیتی و محرومیت روی می‌آورد نوشت، حاکمان این کشور با احتیاط از شعله‌ور شدن دوباره بدترین آشفتگی سیاسی در سال‌های اخیر، به تاکتیک‌های جدید و کمتر مشهود برای مجازات زنانی که از پوشیدن حجاب اجباری امتناع می‌ورزند، متوسل می‌شوند. سایت فلوریدا استار آمریکا نوشت ایران تحریم صادرات و واردات موشک توسط شورای امنیت سازمان ملل را که قرار است در ماه اکتبر منقضی شود نقض می‌کند. سایت اتلس نیوز آمریکا با عنوان دو سرباز سپاه پاسداران بر اثر انفجار در ایران دامغان کشته شدند نوشت سپاه پاسداران اعلام کرده است که بر اثر انفجار حین جابجایی مهمات در مرکز آمادگی و پشتیبانی سپاه در شهر دامغان دو تن از سربازانشان کشته شدند. سایت صدای آمریکا با عنوان ادامه اعتصابات کارگران پیمانی و قراردادی خواستار حذف مافیای پیمانکاری هستند نوشت راند در شبکه پیمانکاری ایران به حدی بالا بوده است که شهریور ماه سال 1401 ذبیح‌الله خدایان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت در راستای شناسایی گلوگاه‌های فساد متوجه شدیم در برخی شهرداری‌ها بدون برگزاری مناقصه پیمانکاری پروژه ها با راند به شرکت هایی واگذار می شد.